در انتهای خلوتترین کوچه آخرین خیابان دنیا، اتاقکی است که لامپی روشن در آن سوسو میزند شبها. بر روی سردر آن نوشته به کافه میم خوش اومدید. این قسمت تیک تاک. صدایی که مدت زمانی که نیستی را برایم می شمارد. ساعت حرکت نکن، یک ساعت دیرتر یا زودتر او را برایم به ارمغان نمی آورد. امشب متولد شدم، کودکی 21 ساله. به تو زنگ میزنم، تو را میخواهم. حواسم نیست که ساعت از 12 گذشته. صدایت خواب آلود است، ولی حواست به تولدم بود. وقتی تولدم را تبریک میگوی انگار تمام دعواهای من را فراموش میکنم. میخواهم ببینمت. کی؟ فردا. Fly like a swallow to the moon. تا 2 صبح از شوق دیدنت خواب به چشمانم نمی آید. آب دوش گرم را باز می کنم، از قمیشی می خوانم. انگار در پادکست آبان صبحم را با آغوش می کشم. به خودم می آیم، انگار یادم رفته قرارمان ساعت 10 صبح بود. پس من چرا از ساعت 8 حتی کفش هایم را پوشیدم؟ تو را می بینم، سر ساعت آنجاییم. با هم به سینما می رویم، رنگ مورد علاقه مرا پوشیده ای. از خنده هایت می فهمم که امروز برای من و توست. سینما امروز برای من و توست. فقط من و تو در سینماییم. چشمان تو به فیلم و نگاه من به چشمان توست. فقط تمام لحظات من را می شود درون دنیای چشمانت دید. تمام قهر، تمام آشتی ها، تمام بوسه ها و حتی تمام کسانی که نمی خواهند تو در کنار من باشی. از 21 سالگیم میپرسی. احساس میکنم یک شب 10 سال بزرگتر شدم. انگار زمان قبول مسئولیت فرا رسیده. به کیفت نگاه میکنم، میفهمی که دنبال دوربینت میگردم. امروز از آن روزهاست که باید از من عکس بگیری، از آن عکس ها که قاب شود کنار عکس بابا. میگویی که باید شبیه هم بوده باشد. از من عکس بگیر، در لنز دوربینت تنها مرا ببین. شاید بهانه‌ای شود برای هر روز بودنت. شاید بهانه‌ای شود برای هر روز متولد شدنم.
نویسندگان هومان نمکیزاده و محمد حسین مشرفی، تهیه کننده محمد حسین مشرفی. کافه میم همراه با رادیو صرف.